بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا زینب الکبرا، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت نبی الله، السلام علیک یا بنت محمد المصطفى سید الانبیاء والمرسلین، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا بنت علی المرتضى، السلام علیک یا بنت سید الاوصیاء والمرسلین، السلام علیک یا بنت سید الاوصیاء والصدیقین، السلام علیک یا بنت فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین، السلام علیک اخت الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنة الاجمعین، السلام علیک ایتها الصدیقه الزکیه، السلام علیک ایتها السیده الزکیه، السلام علیک ایتها الداعیه الخفیه، السلام علیک ایتها الرازیه المرزیه، السلام علیک ایتها المأسوره، السلام علیک ایتها الصدیقه الصغرى، السلام علیک ایتها الصاحبه المصیبه العظمى، السلام علیک یا زینب الکبرا. اشهد انک کنت صابره شاکره مجلله معظمه مکرمه محدثه مخدره مبقره فی جمیع حالاتک و منقلباتک و مصیباتک و به آیاتک و امتحاناتک حتی فی اشدها و امرها. اشهد انک قد نصحت لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و لفاطمه و الحسن و الحسین و الیک یا رب المشتکا و علیک المعول فی الشدت و الرخا، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجازه بدین که یک بخشی از سخنان حضرت زینب رو در کوفه و شام خطاب به قتله سید الشهدا و همدستان و سردمدارانشون اینجا براتون بخونم. راستی که دشخیمان و سرکردگان و سران نظام پلید آخوندی مخاطبان امروزی این کلمات آتشین هستند، بنابراین با نیت که چنین مخاطبانی داریم اینها رو تکرار میکنیم. در کوفه زینب کبرا خطاب به فرومایگان آن روزگار که بعضن از عواقب جنایات پلید خود خوفناک و پشیمان بودند چنین گفت: مسئله شما مسئله آن کسی است که رشته های خود را پس از آن که سخت بافته بود پنبه کرد. شما پیمان های خود را ابزار منفعت جویی پنداشته اید. آیا در شما جز دعوی بیعمل و گزافه گویی و آلودگی و سینه پرکینه و دشمنی و دروغ و چاپلوسی نوکرمابانه و چشم زخم دشمنانه چیز دیگری هست؟ شما چون علف هرزی هستید که در مزبله رویده باشد و هر آینه نفسهایتان چه سرنوشت زشتی را برایتان تهیه دیده است. همانا غضب خداوند بر شماست و جاودانه بر عذاب خواهید بود. پس بایستی بسیار بگرید و کم بخندید، زیرا که شما به ننگ و آر این عمل خیش آزموده شدید و به ننگ این عمل چنان آلوده شدید که نمی توانید لکه آن را از دامان خود بزدایید. و چگونه می توانید ننگ کشتن
سلاله پیامبر خاتم و گوهر پیام نبوت و سرور جوانان اهل بهشت و پشتیبان روز جهاد و پیکار را، همچنین پناهگاه جنبش و لنگر صلح و بنیاد شعارها و برون رفت بلیات و چراغ راهنمای دلالت کننده و پاسخگوی پریشانی را از دامن خود بزدایید و نفرین بر شما و دور و پراکنده باشید و سرشکستگی بر شما و خسران بر شما و خسران بر شما، همانا کوشش هایتان پوچ و دست هایتان بریده و سودایتان زیانبار باد. خشم خداوند را برگزیده اید و مذلت و درماندگی بر شما نوشته باد. شما با عمل خیش حق و باطل را مشتبه ساختید و پرده دری کردید و گردن کشی کردید و تیرگی ایجاد کردید، گویی که زمین و آسمان را با خون رنگین ساخته اید و همانا که عذاب آخرت خار کننده تر خواهد بود و اهل آن یاری نخواهند شد و سزاوار هیچ مهلتی نیستید که همانا که ابتکار عمل به دست خداوند است و بیم از دست دادن انتقام نمی رود و همانا که پروردگارتان در کمینگاه است. و در شام در کاخ یزید در برابر مسخرگی و بساط حزم و گستاخی یزید خروش برداشت که ای یزید، گواهی می‌دهم به صدق کلام خداوند که در قرآن فرمود عاقبت کسانی که ارتکاب زشتی و پلیدی را از حد گذرانده اند چنین است که آیات و مرزهای خداوند را هتک و تکذیب می کنند و کارشان به انکار و استهزای ارزشها و حرمتهای خداوند می کشد. ای یزید، آیا گمان می کنی که چون زمین و زمان را بر ما تنگ گرفتی و ما را شهر به شهر و دیار به دیار به اسارت کوچ داده ای توانسته ای از مقام و مرتبت ما بکاهی و بر قدرت و ابهت خود بیفزایی؟ آیا این را نشان عظمت خود میپنداری که این چنین باد به دماغ انداخته و در نشأه غرور و بدمستی قدرت دنیا را در دستان خیش میانگاری؟ حال اینکه این سخن خداوند است که میگوید حق ستیزان گمان نکنند اگر با آنها مهلت میدهیم برایشان سودمندتر است. نه چنین نیست، بلکه جز این نیست که به آنها مهلت میدهیم تا بر بار جرائم و جنایاتشان بیفزایند. ای یزید، زود باشد که با تندر عدالت خدا روبرو شوی و آرزو کنی که ای کاش شل و کور بودی تا آنچه را گفتی و کردی نمی گفتی و نمی کردی. ای یزید، قسم به خدا تو جز خیشتن را نکشته و جز گوشت و پوست خود را نشکافتی. زود باشد که بر رسول خدا وارد شوی در حالی که رویت سیاه و مسئولیت ریختن خون ذریه او بر دوشهایت سنگینی می کند. ای یزید، ای دشمن خدا،
و ای فرزند دشمن خدا، اگر تقدیر روزگار مرا واداشته که امروز با تو هم کلام شوم و تو را مخاطب قرار دهم، اما بدان که نزد من بسا حقیر و بی ارزشی و جرم و جنایتت عظیم و مکافات و مجازاتت بزرگ است. ای یزید، اگر امروز ما را غنیمت خود پنداشته ای، زود باشد که این غنیمت موجب غرامت تو گردد، آن هم در هنگامی که جز حاصل اعمال و جرائم خود را نخواهی یافت. پس اکنون هر کید و مکری و هر جنایت و شناعتی از دستت برمی آید به کار گیر و در کینه توزی و عداوت با ما از هیچ کوششی فروگذار مکن. اما به رغم همه تبهکاری هایت به خدا سوگند که نخواهی توانست نام و یاد ما را محو کنی و نخواهی توانست فروغ وحی خداوند را که در خاندان ما فرود آمده به فراموشی بسپاری. روزگار سلطنت تو کوتاه و نیروی تو پراکنده و زمانه تو گذرا و در حال غروب است. و سپاس خدای را که پایان کار بهترین جوانان اهل بهشت را با سعادت و شهادت مهر و ختم کرده و از او می خواهیم که هر روز بر شأن و بر اجر آنها بیفزاید. و امروز ما هم به پیروی از زینب کبرا سر در آستان سرور شهیدان حسین علیه السلام فرود می آوریم و خطاب به بنو خمینی و شجره خبیثه رژیم آخوندی می گوییم: روزگار سلطنت و حاکمیت قاصبانه شما کوتاه و زمانه تان گذرا و در حال غروب است. بله، روزگار سلطنت و حاکمیت قاصبانه شما کوتاه، زمانه تان گذرا و در حال غروب است. زود باشد که در آتش قهر و خشم مردم ایران و در شعله های برخواسته از سوز دل ستم دیدگان ریش و ریشه نظامتان بسوزد و خاکستر شود. پیام نفرت و انزجار مردم به جان آمده را به چشم دیدید و به گوش شنیدید. به چشم دیدید که نه فریب ماسک‌های اصلاح طلبی را می‌خورند و نه برای دین فروشی شما پشیزی ارزش قائلند. و حالا این خود شما هستید که میگویید مردم از تمامیت دستگاه جور و ستم آخوندی عبور کرده اند. و این خود شما هستید که میگویید بیش از 80% مردم شما به سینه شما، بله تمامی شما، از هر باند و جناحی که هستید دست رد زده اند. آری، همان فرجام یزید و یزیدیان در انتظار شماست. روزگار سلطنت شما کوتاه و نیرویتان پراکنده و زمانتان گذرا و در حال غروب و نظامتان محکوم به سقوط و سرنگونی است. و شکر خدا که مردم و مقاومت ایران را به شرف مقاومت سرفراز کرد و روز به روز بر پایداری و همبستگیشان افزود. مرزبندی هایشان با پلیدی خمینی و رژیم آخوندی روز به روز بیشتر و
بیشتر برجسته کرد. باشد که خداوند این مقاومت و راهبر و یکایک رزماوران و مجاهدان و کوشندگان رو در کنف حمایت خودش قرار بده و کوشش هاشون رو به ثمر نهایی که رهایی ایران از ستم آخوندی و استقرار آزادی و حاکمیت مردم ایرانه برسونه. باشه که خداوند به خصوص راهبر این مقاومت رو در کنف حمایت خودش سلامت و سرفراز پشتیبانی کنه تا این کشتی طوفان زده رو هر چه سالمتر به سرمنزل مقصود برسونه. صلوات.